صبحتان بخیر، شما بیننده ادامه برنامه شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده هستین و شنونده ما از طریق رادیو 93.5 آریانا اف ام. در این لحظات برنامه باز هم مهمان دارستیم و مهمان ما هم سیر جان احمدیار همکار خوب ماست که در بخش رسامی برنامه باز هم با ما می باشند و در سرک امروز با ما شما شریک می سازند ترسیم یا رسم کردن درخت های طبیعی است که درخت ها هم البته انواع مختلف دارند که ما هر کدامش را جداگانه در برنامه کار می کنیم و سیر جان بر ما شما آموزش مسلکی یا حرفه‌ای می تن. سیر سلام، صبح بخیر، بسیار خوش آمدی به برنامه. سلام رستم جان، خدمت شما و تمام دوستایی که بیننده ما هستند. سلامت باشی، خوشحال هستیم از اینکه خودت باز هم در برنامه داریم و امروز مشخصا بالای درخت های طبیعی خودت کار میکنی که ما چطور میتونیم یک درخت را به گونه بهتر رسم بکنیم. بله رستم جان، امروز چون ما قبلا روی مناظر کار کردیم، روی طبیعت کار کردیم، امروز میخواییم امی درخت ها را جداگانه دانه دانه کار کنیم تا بهتر خوب. و خوبتر دوستا بفهمند. خیلی عالی. ما کار را شروع میکنیم چون درخت ها که از در هر محیط فرق میکنه، چون در هر محیط ما یک نوع درخت نداریم. درخت هایی است که در نقاط گرمسیر یک نوع درخت است، در نقاط سرسیر مثلا ما درخت های متفاوت دیگی را داریم. به این دلیل ما هر درخت را جداگانه باید تمرین کنیم، کار کنیم تا بتانیم رویش بهتر و خوبتر در هر محیط کار کنیم. مثلا مناظری که در محیط های گرم سیر می باشه چگونه کار کنیم، از کدام درخت ها استفاده کنیم، در محیط های سرد سیر که می باشه ما از کدام درخت ها می تانیم استفاده کنیم و انواع مختلف درخت ها است که ما می تانیم در هر طبیعت در هر منظره خود استفاده کنیم. و یک چیز دیگه قابل ذکر است که ما نمی تانیم تمام درخت هایی را که یاد می گیریم و کار می کنیم اشکالش را در روی یک طبیعت، در روی یک منظره یا در روی یک رسم خود کار کنیم، چون انواع مختلف دارن و هر کدام در محیط های مختلف خودش استفاده میشن. دقیقاً. و این در کدام محیط است؟ این درخت هایی است که کلا در محیط های عمومی مثلا در بیشتر نقاط ما از این درخت ها داریم. آها، یعنی درخت های معمولی است دیگه. بله، بله. ساحه خاص ضرورت نداره. ساحه خاص مثلا بعض محیط ها است، ساحاتی که گرم هستند بیشتر درخت های خرما در اونجا می باشن، مثلا امارات متحده و همچنان در افغانستان اگر بگوییم ولایت ننگرهار، جلال آباد، بسیار زیاد از درخت های خرما داره چون که محیطش گرمسیر است و از این درخت ها بیشتر می باشن. و گفته خودت بعض ساحات است که سردسیر می باشن و بعض درخت ها در اون ساحات بهتر رشد نمو می کنه که ما باید هر کدامش بلدیت داشته باشیم. دقیقا، ما نخست باید همون قسم که قبلا ما در هر رسم خود گفتیم اسکیچ کار میکنیم. بعد از اینکه اسکیچش تمام شد، فرمش منظم شد، شکلش منظم شد، روی سایه روشنش میپردازیم که از کدام قسمت مثلا نور آمده است، کدام قسمت مثلا نور میخوره، کدام قسمت هایش مثلا درخت ها پرداز های مختلف داره، سایه روشن های مختلف داره، هر کس به طریق مختلف خود کار میکنه. ولی یک شکلی که من کار میکنم برای دوستایی که تازه میآموزن بسیار زیاد ساده و آسان شاید باشه. بسیار خوب. و این دیگه از همون درخت های طبیعی است دیگه، نام مشخص شاید داشته باشه دیگه، شاید داشته باشه. باز بلی. کسایی که بیشتر سرکارشان با گل و نباتات هست این درخت ها را فکر کنم به نام بلوط سفید آمریکایی نامش است. بلوط سفید آمریکایی. بله بله. و سیر جان، بعض درخت های دیگه مثلا درخت چنار که بسیار مقبول هم از افغانستان هم زیاد است و بیشتر در مناطق مثل پخمان و قرغه و اینا بیشتر از این درخت ها دیده میشه چون که تزینی هم به نحو هست. دقیقا. باز میشه که یک رسم از درخت حتماً. چنار هم داشته باشی حتماً. چون نسبت به دیگه درخت ها بلندتر هم هست. بله بله. و بیشتر در طبیعت افغانی استفاده میشن. بله. این زیادتر درخت های توتوار است. بله، هم درخت های توت است و هم درخت های بی ثمره که درخت های بلوط گفته میشن، در سرک ها، در کنار جاده ها ما میبینیم. یگان تا که میگم که فلانی نفر زخ بلوط بارست. بسیار مقبول. و همین خود ساقهشان بسیار مهم است یار جان، که ما مثلا نظر به سن یک درخت ساقهش رسم بکنیم، یعنی در درخت ها هم در نباتات سن سال باید در نظر گرفته شود. حتما. مثلا ساقه را نظر به توان برگ و شاخ و درخت باید کار کنیم. نمیشه که ما یک ساقه بسیار کوچک کار کنیم نسبت به شاخ و برگش کوچکتر باشه و یا خیلی بزرگتر نسبت به شاخ و برگش. یعنی تناسب را که ما قبلا در اشیا و اشخاص و انسان ها مد نظر گرفتیم میتونیم تناسبات را
در تمام کارهای خود مد نظر میگیرد. و از خودمی ظاهر از این درخت معلوم میشه که یعنی درخت نسبتاً مسن است. بله و مو ساقش دبلتر هست، حجمش بیشتر است و برگا و شاخ و برگی که داره کاملا متناسب است با ساقی خود درخت. دقیقاً، ما فعلاً این درخت ما تمام شد، سایه روشنش را کار کردیم، یک درخت دیگر را کار میکنم که شما قبلا هم گفتین، بیشتر ما از این درخت ها داریم. بسیار ها. مچم که یادم کرد. بسیار مقبول. این درخت ها که از بیشتر ساقیش مینتر و کوچکتر می باشه و تنیش همه می قسم و طولش بیشتر می باشه. آها. یه دیگه از درخت های قد بلند است. یکان نفرم می گیم که قدش چه خوب بلند است مثل چنار واره. چنار واره دقیقا. یعنی قد بالاتر است. به این دلیلی درخت ها که از قدش بلند است و آها. ساقه و برش کوچکتر می باشه، کمتر می باشه. بله. و واقعا درخت چنار از جمله درخت های بسیار مقبول هم است و مو برگایی که داره یک خصوصیت داره که دو رنگ است، یک طرفش کاملا سبز و طرف بعدیش رنگ نسبتا نقره‌ای رنگ داره که دقیقا. در فضایی که مثلا یک رستوران چیز باشه بیشتر استفاده میشه، جایی که لایتینگ و زمان که بله بیشتر نور بیشتر خوب میتابه و او زیبایی خود بیشتر و بیشتر میکنه. دقیقا، بسیار زیبا. به این شکل ما میتونیم درخت را کار کنیم. و همین قسم درخت های دیگه است که مثلا ما قبلا اون درخت را کار کردم، بیشتر استفاده میشه درخت های ناجوم میگیمش یا درخت های کاج که بیشتر استفاده میشه در طبیعت ها، در مناظر ما بیشتر روش کار میکنیم. این درخت ها شکل است که باید فقط پنسل خود را ما هر قسمی که خود ما راحت هستیم میگیریم و فقط یک قسمت سایه فقط فشار میدیم به این شکل حلقه‌ای. بله. اما شاخ و برگش بسیار ساده ترکیب میشه. واقعا درخت ناجو هم از جمله درخت های بسیار زیبا و تزئینی است و درخت همیشه بهار است. یعنی که همیشه سبز است و هیچ وقت ما رنگ زردش را نمیبینیم. بله، درخت است که در بهار و زمستان سبز است. بله. و بیشتر به می دلیل در طبیعت و مناظر یک زیبایی خاص خود را داره. واقعا. و در کشورهای آمریکای اروپایی بیشتر در اواخر سال، یعنی در وقتی که سال تغییر میکنه و کریسمس جشن کریسمس می داشته باشن، از این درخت ها اونا زیاد استفاده میکنن که تزیین میکنن با گروپ های رنگه و همون مراسم خاصی که خودشان دارن تجلیل میکنن. دقیقا. خیلی زیبا. و در درسای گذاشتم سیر جان بر ما گفته بودی که هر قدر ما به یک جسم نزدیکتر باشیم به ما اندازه تصویرشان باید نزدیکتر و واضحتر باشه که بله. در تصویر هم اگر متوجه شویم درخت ناجو هم واضحتر است و هم نزدیکتر است و رنگشان به میدلی تیره تر است. اون پرسپکتیو رنگی را که ما قبلا گفتم در اینجا مثلا گرچه ما در اینجا درخت ها را فقط دانه ای و جداگانه کار کردم بخاطر تمرین، ولی باز هم همو پرسپکتیو رنگی را ما در اینجا دیده میتونیم چون درخت ناجو نزدیکتر است رنگش تیزتر است و درخت چنار که دورتر میباشه رنگش هم خیره تر است. ما این درخت ها را به این دلیل امروز کار کردم که دوستا بیشتر روی درخت ها بپردازن، یعنی جداگانه روی سبزه، روی سنگ، روی درخت جداگانه کار کنن. این بهتر کمک میکنه برشان که بیشتر بتانن زیادتر روی مناظر راحت کار کنن، میتونن در هر منظری که باشه، در هر محیطی که باشن بسیار زیاد ساده میتونن اون درخت ها را استفاده کنن و کار کنن. بله، واقعا درس بسیار جالب بود. من واقعیت امروز یاد گرفتم که چطور یک درخت ترسیم بکنم و به خاطر از اینکه ما یک رسام خوب باشیم و تصاویر طبیعی را بهتر رسم بکنیم، اینه می چند درسی که خودت امروز با بیننده شریک کردی میتونیم که در خانه تمرین بکنیم. بله. و عزیزایی که علاقمند هستن تا رسامی را یاد بگیرن، متعلمین مکتب و محصلین عزیزی که رخصت هستن میتونن در خانه امی کار انجام بدن و خودشان تمرین بکنن. خب سیر جان، در رابطه با درس بعدی ما که هفته آینده بخیر با بیننده شریک بسازی میشه، حالا بگویید. درس بعدی کوشش میکنیم این درخت های را کار کردیم تمام شه یک جای بسازیم و یک منظر زیبا بسازیم ازشان.
بسیار خوب، بدون در نظر گرفتن محیط ها، یعنی تمام شب به اصطلاح مکس کار بکنیم. مکس کار کنیم، و یا اگر شد مثلا یک درخت شد در یک محیط کار میکنیم، روز آینده دیگه شد در محیط مختلف، هر درخت در محیط خودش جداگانه کار میکنه. بله، و به رسامی دریا و آب و سنگ اینا چی وقت رسیدیم؟ بعد از اینکه درخت ها را کار کردیم، بعد روی مواد های پایین میاییم که روی سنگ ها، سبزه ها و کوه ها و دریا هاست. آها، واقعا بسیار درس های جالب خواهد بود. و تشکر می کنم از خود سیار جان از اینکه امروز هم در برنامه تشریف آوردی و درس بسیار مقبول و جانانه را تقدیم ما و بیننده کردین. خدا کنه که هموطنان ما هم یاد گرفته باشند. و اگر می خواهید که بخش برنامه را تکرار ببینید، می توانید به چینل یوتیوب آریانا سر بزنید. وقت خوب و خوش داشته باشید. تشکر رستم جان. از شما هم قلبا سپاس.